بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام هشتم از قول فرمایش پدرشون میفرماید، پدرم فرمود مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او جمع بشه. این لایکون و مؤمن و مؤمنن خیلی حرف بزرگی است. اگر کسی بخواد مؤمن باشه، خط کشه این که انسان خودش رو اندازه گیری بکنه یا مقیاس این که انسان و وزنه‌ای که انسان خودش رو بتونه وزن بکنه که آیا مؤمن مورد پسند امام کاظم هست یا نیست، این نکته ای درشه. چون گاهی وقت آدم خودش رو مؤمن میدونه ولی اهل بیت او رو به عنوان یک مؤمن نپذیرفتن. و مهم این نیست که ما نسبت به خودمون چه نمره‌ای میدیم، مهم اینه که اسوه‌های دینی ما رو میپذیرن یا نه. و گاهی مردم ما رو مؤمن میدونن، باز نمره مردم همه جا ملاک نیست. مردم میگن آدم خوبیه، خب بله، ولی مردم ملاک نیستن. مهم اینه که امام معصوم ما رو میپسنده یا نه. و این روایتی که از اون روایاتیه که هم تکلیف آدم رو معلوم میکنه و هم نشانهای مؤمنین واقعی رو تبیین و تعیین میفرماید. دو سه تا فایده داره این روایت. یکی این که اول خودمون رو میشناسیم، چند مرده حلاجیم، چی کاره ایم. دوم مردم مؤمن رو میتونیم در بین مردم معمولی شناسایی بکنیم. چون ما در آخر زمان زندگی میکنیم، تشخیص مؤمن و غیر مؤمن سخته. یکی از مشکلاتی که آخر زمان داره، حبائل الکذب و الافترا زیاده. وقت تشخیص ریسمان واقعی از ریسمان دروغین کار هر کسی نیست. اینقدر شبیه هست این ریسمان‌های دروغین به ریسمان واقعی که یه وقت آدم 20 سال معطل یک ریسمان پوسیده به ظاهر ریسمان واقعی دینی میشه، بعد انکشفه که کلا رفته سرش. اینقدر آخر زمان مهالودگی داره و نمیشه آدم مردم رو تشخیص بده که کی چی کاره است، که گاهی آدم 30 سال عمرش رو پا یک رفیقی که فکر میکرده مؤمنه صرف میکنه، بعد انکشفه که این آقا بله مؤمن نبوده، ما اشتباه فهمیدیم. پس قدر این روایت رو هممون بدونیم، هم تکلیف خودمون رو معلوم کنیم، هم تکلیف کسانی که میخواییم به عنوان دوستی ازشون استفاده بکنیم و باشون رابطه داشته باشیم. نکته سوم که به نظر میرسه در این روایت اینه که مؤمنی که مورد پسند امام کاظمه سهو الوصول هم هست، یعنی خیلی هم مشکل نیست، چون ایشون میفرماد سه خصلت داشته باشه. سی خصلت نیست، 300 نمیدونم صفت نیست که آدم بگه آقا ما یادمون میره، ما لیست باید بکنیم تا زور مثلا این وقت صفت 25میشو یادمون میره. نه، سه تا صفته. یعنی هر کسی که مثل من خیلی هم کن ذهن باشه دیگه این سه صفت رو بله فراموش نمیکنه. پیداست مؤمن واقعی شدن هم خیلی مشکل نیست، فقط همت میخواد. اینم نکته ایست در عدد سه که سه صفت باشه.
نکته چهارم که در این روایت هست، من اجازه بدید اول خوب تعریف روایت رو بکنم، ابعادش خدمتون عرض بکنم که وقتی وارد روایت شدیم حظ ببرید از کلام معصوم. نکته چهارم اینه که در این روایت که حالا توضیح میدیم، امام کاظم کاریکاتوری نمیخواد روح ما رو و شخصیت ما رو رشد بده، چون بعضیا کاریکاتوری رشد میکنن. شما میدونید فرق بین نقاشی و ارزم بزرگ کاریکاتور اینه، کاریکاتور خیلی اعضا و بدن یک شخصی که میخوان به کاریکاتوریش بکشونن خیلی موزون با هم بله نیست. مثلا یک کله کوچولو روی تن گنده، یه دماغ بزرگ برای یک صورت کوچیک، دست کوچیک با یه پای بزرگ، اینو میگن کاریکاتور. یعنی هماهنگی نداره، هارمونی نداره. بعضی از روح‌ها کاریکاتوری رشد میکنه، مثلا طرف تو هیئت رفتنش 20، سینه زدنش هم 20، اما زنداری 0، پدر و مادر داریش نمرش 4-2. نماز اول وقتش حرف نداره ها، اما برخوردش با مردم تو بحث معاشرت اجتماعی میلنگه. و مؤمن مؤمنی که از هر جهت قشنگ باشه، نه فقط یه بعدش رشد کنه. مثلا بعضی ها مؤمنن اما زیرک نیستن، مؤمنن اما میشه زود سرشون کلا بگذاری، خوب نیست. رضای امیر المومنین فرمود المومن و کیس، مؤمن باید زرنگ باشه. مؤمنه اما با دهمن اصلا نمیشه بخوریش، بد اخلاقه، برج زهر و مار میمونه. بغلش که میشینی خلقت میگیره، میگه برو بابا این مثل دیوار میمونه. رضای امیر المومنین در خطبه یه حمام فرمود بشره فی وجهه حزنه فی قلبه، مؤمن باید خوش اخلاق باشه. مؤمن وقتی مردم میبینندش باید کیف کنه. بعضی ها مؤمنن تمیز نیستن، منظم نیستن، صاب سلیقه نیستن، خوش لباس نیستن. پیغمبر اکرم خوش لباس بودن که نگاش میگرد ناخداگاه صلوات بر محمد قرد میده. آه محمد و آل محمد. علایه حالین این روایت از اون روایاتیه که عرض کردم در خانه اگر کس هست هم یک حدیث بس است. این سه صفت چیه؟ فرمود یک صفت از خدا باید در مؤمن باشه، یک صفت از رسول خدا، یک صفت هم از امام حجت خدا. و اما سنت من ربه کتمان و سره. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه یک صفت از صفات الهی در وجود او باشه، که بین 1001 صفت خدا امام کاظم اشاره داره به قصه ستار و لویویش، کتمان و سر. پرده دری نکنه، مچگیری نکنه، دستگیری او کنه، هرچی میدونه نگه، از هر کس هر خبری داره مطرح نکنه. یعنی یکی از چیزایی که مهمه بعدش باشه زیب دهنش محکم باشه، صفر باشه، اسرار مردم در گنجینه دل او محفوظ باشه. بعضی ها نخود تو دهنشون نمیخیسه، به قول قدیمی ها زبونه شله، یه حرفی میزنن پرده دری میکنن، یه حرفی میزنن بابرو مردم بازه میکنن. این دیگه اگه تو هر رکعتی از رکعات نمازش در رکوع 70 بارم بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، خدا نگاش هم نمیکنه. چرا؟ آبرو مردم بازی نکنه. روایت داریم اگر کسی آبرو کسی ببره به منزله اینه که او رو کشته. هر جا آبرو رو شما بردین بدونید تو پرونده اعمالتون یه قتل می نویسن و روز قیامت به امان یه قاتل محاکمتون میکنن. چرا کشتش؟ و حتی در روایات هست که آبرو ریزی از قتلم اصلا بدتره. طرف رو می کشتن بعضی بود که 30 سال با سرفکندگی در جامعه زندگی بکنه، این هر روزش 1000 بار از خدا طلب مرگ میکرد. چرا با آبرو مردم بازی کردی؟ و روایت هم باز داریم برای کسایی که آبروی مردم رو حفظ میکنن
روایت هست از رسول اکرم فرمود، حضرت حق فرمود، حدیث قدسیه، که خدا فرمود اگر بنده ای از بنده های من بتونه آبرو کسی رو ببره و نبره، منم در دنیا و آخرت آبروش رو حفظ میکنم. اینم نتیجه حفظ آبروی مردم. و مردم بیاین امتحان کنیم، تمرین کنیم، ممارست کنیم، حرف خیلی نزنیم، نمره به کسی ندیم، درباره این و اون اظهار نظر نکنیم. و والله قسم اگر حق و ناس گردنمون باشه خیلی مشکل کارمون، خیلی مشکل. من این روایت رو تو محرم ده اول دیدم، در کتاب سخنان امام حسین مال مرحوم دشتی، اصلا ریختم به هم، رفقام میدونن. حالا یه لیست درست کردم، یکی یکی حلالیت به طلبیم، حالا غفلتاً یه چیزی گفتیم، سهواً یه صحبتی کردیم، عمدن یه چیزی گفتیم، بیرشوخی نداریم. نه، به قیامت برسه بیچاره ایم. شما شنیدید شب عاشورا حدود 4000، بعضی گفتن 5000 نفر اومدن کمک امام حسین، بعد حضرت فتیله رو کشتن پایین و چراغ و کم نورش کردن، اومدن هر کی میخواد بره بره. اینا همه شنیدن، اما چی گفت امام حسین و اینا چرا رفتن رو کمتر روش مانوف دادن. من با سند حرف میزنم. شما نگاه کن، اونور 30000 نفر گرگ در لشکر عمر سعد ملعون، این طرف 4000 نفر. خوبه دیگه، یعنی هر کسی در این قصه جنگ باید یارگیری بکنه، اما امام حسین دنبال یارگیری نی. رضا شب عاشورا امام حسین فرمود هر کی میخواد بمونه یه شرط داره، شرطش اینه، این شرط شامل حالش میشه بمونه، نمیشه یا علی بره و سریع هم از کربلا بره بیرون که صدای من هر کی بشنوه و در کربلا باشه ملعون الالعبد خواهد شد، حواستون باشه. و شرط این بود. امام حسین فرمود کسی میتونه فردا پارکاب من در عاشورا بجنگه که حق و ناس گردنش نباشه؟ و تمام این 4000 نفر حق و ناس گردنشون همه رفتن، فقط 72 تا از بنی هاشم موندن و یه چند 20 تا دیگه هم از یاران حبیب و نم 4 تا دیگه، 134-135 نفر، همه حق و ناس گردنشون بود. امام حسین فرمود برای من زشته که فردا یار من سرش بره بالا نیزه، مردم میگن این یاری کرد امام حسین، این که به ما بده کار بود، این که با آبرو مردم بازی میکرد، این که هرچی دلش میخواست میگفت، این اوکر امام حسین بود، این شهید در راوی عبدالله بود. و لذا چونه جالب اینه که بدونید امام زمان وقتی تشریف میارن برای اصحاب خاصشون همین شرط امام حسین رو میگذارن، کدومامون حق و ناس گردنمون نی؟ بیچاره گردیم خودمون رو، یه فکری بکنیم. از همین امروز اگه تصمیم بگیریم روزه سکوت بگیریم، نداریم هنچی روزه ای، قدیم بوده. از همین امروز تصمیم بگیریم دیگه حرف نزنیم، یه عمر 40-50 ساله میخواییم که تمام پلایی که قبلا خراب کردیم و باره بسازیم. اگه همین الان تصمیم بگیرید خراب نکنید، یه عمر 20-30 ساله میخواییم که اون چی که خراب کردین رو صاف کنید. خیلی وضعمون بد شده. هر چی دلت میخواد میگی، هر کاری دلت میخواد میکنی، اونو ردش میکنی، اونو تاییدش میکنی، از این تعریف میکنی، اونو خیلی راحت فوشش میدی. معیار حق و باطل خودت شدی. از هر کی خوشت بیاد خیلی آدم خوبیه، از هر کی تو بدت بیاد خیلی آدم بدیه. از معیار حق و باطل من و تو نیستیم، معیار حق و باطل اهل بیت ما چی کاری؟ هر کی چشمون بگیره و خوشمون بیاد و یه مقداری حالا دیگه بپسندیم خیلی آدم خوبیه، فقط کافی از اینکه خوشمون نیاد. این دیگه هر جا میشینیم صحبتش میبار با ولش کنیم، آدم حسابی نیم. خب یقت رو میگیرن میگن چرا نیست، بسم الله، حالا چی این حرف رو زدی؟ چرا با آبر مردم بازی کردی؟ اصلا تو چی کاره بودی که نمره به کسی بدی؟ ما چی کاره ایم که نمره به این اون بدی؟ به مرحوم قاضی گفتن نظر درباره فلانی چیه، زد زیر گریه بعد 70 سال سن، گفت من بگم؟ گفتن شما بگو، شما دیگه آدم حسابی تر هستی که تو تبریز نیست تو بگو. گفت من بعد 70 سال خودمو نمیشناسم، چطور اجازه میدم درباره کسی دیگه خودم اجازه بدم حرف بزنم؟
من بگم، من تو خودم موندم. چرا امام حسین میفرمون آدم با حیا و با شخصیت و با ادب و مؤمن این که امام حسین دوستش داره یه صفت داره؟ خیلی عجیبه این روایت ها، خیلی این روایت قشنگه. امام حسین فرمود آدم با ادب کسیه که وقتی پاشو از خونه گذاشت تو کوچه، هر کیو تو کوچه دید، هر کیو، زن و مرد، هر کیو تو کوچه دید، تو به دل خودش بگه، به خودش بگه این که داره میره که یا میشناسمش یا نمیشناسمش، این آبروش در خونه خدا بیشتر از منه. چرا ابی عبدالله اینو میگه؟ برای که آدم اگه یک جو عقل داشته باشه خودش از همه عالم گناهکارتر میدونه. یه قانون فقهی داریم ما تو حوزه خیلی قشنگه، تو بحث فقهمون، لا تنقض الیقین بالشک، یکی از کلیدهای طلایی فقه، هیچ وقت یقین رو با شک بله خرابش نکن. دارید دیگه، شما هم میدونید مثلا من یقین دارم عبای من نجسه، گذاشتم به چوب لباس، به خانمم گفتم که این عبا نجسه، این آبش بکشید. رفتم سفر برگشتم به خانواده میگم آبش کشیدیش، میگه یادم نی. حکم عبا چیه شما بگید؟ نجسه. چرا؟ من یقین دارم به نجاست، حالا شک دارم به طهارت، لاتن قدر یقین به شک، هنوز نجسه. اما این عبا پاکه، رفتم سفر آمدم شک کردم، نکنه بچه نجسش کرده، حکمش چیه؟ پاکه. چرا؟ چون یقین دارم پاکه، شک دارم به نجاست. حالا من یقین دارم به خودم، خدا که میشتسم، یقین دارم به گناهانم، باور دارم بی آبرام در خونه خدا، اما نسبت به شما شک دارم، من نمیدونم گناهی که من کردم شما کردید یا نه. پس ولا تنقض الیقین بشک، پس خودتو از همه پایین تر بده، حق نداری نمر به کسی بده. آیون امروز، یه خواهرایی که صدا منو میشنوید، امروز بیاین به برکت موسی بن جعفر بیایم یاد بگیریم، ممارست کنیم، تمرین کنیم، خیلی حرف نزن، اصلا نمره ندیم. بعضی وقتا آدم بعضی رو میبینه دو ریال قیافش رو نمیارزه، اما تو دادگاه الهی و در پیشگاه پروردگار عالم خدایی میارزه، قیمت نمیشه گذاشت روش. و بعضی وقتا آدم بعضی فکر کنه خیلی آدم حسابی هن، اما روز قیامت انکشفه که ای بابا این همه بدتره. لذا حالا که گمه، حالا که جلو چشممون محالوده، حرف نزن. باختن کسانی که گفتن. من یه جمله یادم افتاد بگم از یکی از علمای بزرگ شیعه، از علمای بزرگ یزد، مرحوم آیت الله فقیه خراسانی، حتی یزدی الاصل، حالا نمیدونم چه بهش میگن خراسانی. تصادفی توی یه مجلسی من تعریف ایشونو کردم، رفته بودم دیدن آیت الله حیدری از علمای بزرگ یزده، اونجا بود، گفت آقا شما تعریف آقای فقیه خراسانی کرده بودید؟ گفتم، گفت آقا من رانه. گفتم خدا خیرت بده، من در به در دنبال کسی میگشتم که ایشون رو درک کرده باشه. یه قصه ای از ایشون برام گفت. آقا چرا؟ من آقا یکی 5-6 نفری بودیم که در یزد تاکسی داشتیم، به من گفتن بیا راننده ی آقای فقیه خراسانی شو. ما هم جوون بودیم و شوفر تاکسی و ریشا رو هفتیقه زده بودیم و رفتیم دنبال آقا رو بریم مسجدی که ما گفت کجا میری؟ مثل شادوماد خودتو درست کردی؟ گفتم پیش آقا. گفت پیش آقا فقیه میری؟ آقا فقیه از ریش تارشتن اینا خیلی بدش میاد و میگه این فسقه، نباید میشده به تارشون این حرفا. میگو ما هم دیگه وقت نداشتیم، چه خاکی به سر میکنیم؟ گفت یه دستمال داشتیم که شیشه رو پاک میکردیم، مثل اون روزا که دندون مالجی میکردیم مثلا به کله. میگو ما هم اینجوری کل این پارچه رو بستیم به صورتمون و یه دوتا گرم رو کلمون زدیم. آقا تا اومدن نشستن ماشین بدونه که من نگاه کنم، گفتم آقا ببخشید من یه بود داریم صدامونو تغییر نمی، من دندونم مالجی کرده. گفت بله، من هم دعا میکنم دندونت خوب بشه، هم خدا عقلت بده ریشه ده ندارشی. بله درست. خب آدم عجیبی بوده ها. بعد این آقا یکی از تیکه های منبرش اینه، خیلی قشنگه، میگه مردم شما اگه سلام به ما بکنی تا اینکه فحش بدید، ما فحشاتون رو بیشتر خریداریم تا سلامات. یکی با منبر میگه از تو آقا اولا کی غلط میکنه کسی به شما توهین کنه؟ من تو چرا؟ میگه این سلام بکنید روز قیامت ما محاکمه میشویم که آیا لیاقت داشتی مردم تو را به احترام بگذارن. ما باید جواب بدیم.
اما این فوش بدید شما باید جواب بدید و هر کی روز قیامت ریشش گیر نباشه زرنگه. شما که فوش میدید بعد روز قیامت جواب بدید آیا این آقا مستحق فوش بود؟ چرا فوش داد؟ اما سلام بکنید منی بیچاره باید جواب بدم. تو کی بودی که سلامت کرد؟ برای چی سلامت کرد؟ وقتی تو سلام و فوشش فوشه بیشتر خریدار داشته باشه برای اونا که یه جو عقل دارن و قیامت رو باور دارن، وای به اعمال دیگر. همه رو باید جواب بدیم. قرآن میگه وقفوهم انهم مسئولون، همه تون رو به صف میکنیم میگیم باید تمام جواب بدیم. برد اونایی دارن که از خدا یاد بگیرن، ستار العیوب باشن، پرده دری نکنن، مچگیری نکنن، دستگیری کنن. شما نگاه کنین قرآن کریم رو، 114 تا سوره داره، 113 تاش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد. اون سوره توبه هم که نداره، خدا یه جا دیگه جبران کرده تو سوره مبارکه نمل و دو تا بسم الله این حرف. من حرفم اینه، پیش دو سه تا مراجع تقلید این حرف رو زدم، گفتن حرف خوبیه که این بسم الله الرحمن الرحیم لبخند خداست به بندگانش. حدیث داریم پیغمبر فرمود، حدیث قدسی است که درسته یا قاسم الجبارین از اسامی من خداست، ولی سلام منو به مردم برسونید، بگید منو با این اس صدا نکنید. خدا میگه اگه خواستید منو صدا بزنید بگید یا ارحم الراحمین. پروردگار عالم عاشق حتی گناهکاراش، اگه گناهکاراش رو دوست نداشت و بت پرستا و مشرکین رو دوست نداشت، 124000 پیغمبر برای کی فرستاده؟ خب برای همینا فرستاده که هدایت بشن. و پیغمبرایی که گویی عصبانی میشدن مثل از یونس مثلا، نباید از شهر میرفت بیرون. حالا من نمیدونم اسم ایکال و ترک اولا میگن چی میگن، کاری با مباحث کلامیش نداریم، ولی حضرت یونس رو 40 روز در شکم ماهی خدا میاد زندونیش میکنه فقط به خاطر این که چرا پشت به مردم کردی. ما فرستاده بودیم اینا رو اصلاح کنی، چرا کل در رفتی؟ یه روایت دیدم خیلی جالب بود، یکی از انبیاء غیر اولل ازدر در فلسطین، خب پیغمبر دیگه غیرت الله و دعاش هم مستجاب میشه بود، داشت تو کوچه ای میرفت تو همین فلسطین، دید یه زن و مردی از خونه اومدن بیرون. خب پیغمبره میدونه اینا محرم نبودن، رفته بودن گناه کرده بودن و اینها، بدترین گناه غیرت الله، خیلی ناراحت شد، ریخ خدا مرگتون بده، چطور شما خجالت نکشیدید گناه کرد، نفرین کرد مرد. رفت یه کوچه دیگه دوباره دو تا دیگه رو دیدی، او این هم زنا کرده، ای خدا مرگتون بده، چرا گناه کرده، اینم مرده. رفت یه کوچه دیگه دو تا دیگه رو دید، ندا آمد تو اگه یه چرخ بزنی تا زور دیگه کس نمیمونه که، هی مرگش بده خدا، اینو بکشش اونو بکش. ما تو رو فرستادیم که نفرین کنی، یا تو رو فرستادیم که هدایت کنی؟ یعنی پروردگار عالم از زنا کنه میاد دفاع میکنه و به پیغمبرش میگه چرا نفرین کردی، برو هدایتش. اینا همش دلایل بر اینه که خدا مچگیر بله نیست، دستگیره. لذا امام کاظم فرمود بنده خدا اگه خواست مؤمن باشه، مؤمن مؤمن نیست مگر که یکی از صفات خدا که کتمان و سر باشه در وجودش باشه. من هر چی بگم کم بگذاریم. یه صفت هم از پیغمبر خدا داشته باشه و مدارات و ناس، مردمداری. یکی از صفات پیغمبر رو شما داشته باش. حالا زود سراغ معراج نمیخواد بریم، من تو که تو پشت اونم نمیتونیم، کی توقع داره ما معراج بریم؟ یا نماز شب بخونیم، نماز شب خوندی خوندی نخوندی واجب نیست بر ما، مستحبه، خوش به حال اونا که هر شب نماز شب میخونه. ولی در بین همه این صفات پیغمبر یکیشو یاد بگیر، مدارات الناس، مردم داری. حالا اگه کسی خواست مردم دار باشه چیکار بکنه؟ قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 199 میگه که امام صادق درباره این آیه میفرماد بقیه من جامع ترین و کامل ترین آیه در بحث اجتماعی و اخلاق این آیه است، آیه 199
سوره مبارکه اعراف، که خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اگه کسی این مثلث تو زندگیش پیاده بکنه، خود العف، که در تفسیر اگر مراجعه بکنین میگن چرا قرآن میگه خذ بگیرش، یه مثال میزنن در تفسیر همین آیه، میگن عفم مثل بچه آهو میمونه، خیلی زود در میره، یا به تعبیر من مثل ماهی مونه لیزه، نمیشه نگرش داشت. گرفتن عف کار هر کسی نی، بخشیدن کار هر کسی نی. این خود العف، آخه میدونید که بعضی ها زبونی میگن بله خدا ببخشه، آقا حلال کنید، خدا حلال کنه، اما چشا پیداست، این حلالت نمی کنم، پدرت هم در میره. این خود العف یعنی واقعا بیاد از دلش پاک کنه این بدیر، از ذهنش پاک کنه. برای همین میگن خود العف. ما گاهی وقتا راضی میشیم یکی بهمون ظلم میکنه، میاد دست ربوسی هم میکنیم، دیگه هم به روش نمیاریم، باش هم رفاقت میکنیم، اما هر وقت میبینیمش ناخودآگاه یاد او بدیه میفتیم. این شامل حال این خزل عفو نمیشه، میگه حتی ذهنت هم پاک کن، اصلا این خاطر رو نابودش کن، اصلا این گار رنگار که به تو بدیه کرد به روش که نمیاری هیچ، برای خودت هم تداعی نشه، این کار هر کسی نیست. ماها خیلی از کینه بد میگیم، ولی گاهی وقتا کینه داریم خودمون خبر نداریم، لذا منتظریم بدی دوم که شد رو بدی قبلیش مانوف میدیم. دوباره میگن ببخشیم، کجا ببخشیم، 100 بار تالا بگم چه کردی، 2 ماه پیش بگم، 6 ماه پیش چه کردی، تو که گفتی من بخشیدم، پس چرا دوباره رو میکنی؟ پیداست نبخشیده، پیداست نبخشیده. ببخشید من خودم میگم و شوهر ناراحت نشید، آدم وقتی تو این روایات وارد میشه میبینه راست یه امام حسین با امام حسین مفاصله داریم، راست یه کربلا با کربلا فاصله داریم. خجالت هم نمیکشیم، میگی ما نوکر امام حسینی، ما نوکر 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 های ابی عبدالله باشیم، بنویسن نوکر امام حسین، خادم ابی عبدالله یعنی عباس. تا میگی من نوکر امام حسینم یعنی علی اکبرم، یعنی ابوالفضلم، یعنی اونم، یعنی جعفرم، یعنی حبیبم، یعنی جونم، یعنی مستمع ابن عقیلم، یعنی مستمع ابن اوسجم. ما اینجوری هستیم دیگه، نگه من نوکر امام حسینم، من نوکر 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 ابی عبدالله، من کف جف کنه نوکر نوکر نوکرای امام حسینم، نوکر امام حسینم، من نوکر امام حسینم. نوکر باید با ارباب یه سنخیتایی داشته باشه، روزم میگفتن بین عاشق و معشوق باید یه نشونه هایی باشه. آخه امام حسین میبینی چه کرده است، ما چه کردیم؟ تمیمه ابن قحطبه ملعون، این قصه مال 100 قبل از شهادت امام حسین، 100 قبل یعنی مال ظهر عاشورا است، از اینکه شهادت امام حسین، این وایستده بود پشت سر ابی عبدالله، اینه مثل نعل اسب دور امام حسین رو محاصره کرده بودن، نزدیک شده بودن به خیمه ها، ابی عبدالله هم داشت براشون صحبت میکرد، اینا هم مسخره بازی برمی بردن، یا سنگ میزدن به هم، یا شمشیراشون رو به هم میزدن، یا سپران رو به هم میزدن، اسبا رو به شیدر می بردن، یه مش بی تربیت. همونطور که امام حسین داشت اتمام حجت میکرد، تمیمه ابن قحطبه میگه که من دیدم چشم امام حسین اون وره، من پشت سر ابی عبدالله، اینا نمیفهمن که امام و حجت خدا یعنی چه، این فکر کنه حالا که امام حسین اون وره نگاه میکنه پشت سرش رو نمیفهمه مثلا کیه چیکار میکنه. خب گفت بذار افتخار کشتن حسین من داشته باشم، از پشت سر حمله بکنم کمر حسین رو تیکه کنم، یعنی یه دشمن نامرد از پشت سر حمله کرد به نزدیکی های امام حسین که رسید سید الشهدا، با یه ضربه ران پای راست او رو کند کرد، این با صورت افتاد رو زمین، آقا با شمشیر رفت بالا سرش، این تا دید هوا پسه کار تمومه، گفت الامان یا ابا عبدالله، تا گفت الامان یا ابا عبدالله امام حسین شمشیر رو کلاف کردن، دست گذاشت در سینه شون، گفتن اگر امری داری کاری داری بگو، من در خدمت شما هست. این خودش موند، ای کاری داری بگو، گفت نه آقا من پام قطع شده، اگه میشه رفیقامو صدا بزنید بیان منو ببرم، اون ای کاری دیگه داری بگو.
که من هر وقت این روایت رو میخونم استحسان بهش میگن، حالا این جزء روایت نیم، این برداشت شخصی منه، میگم مثلا شاید زبان حال امام حسین بفرماد که آب نداریم ما، اما یک کار دیگه میخواییم سورا آشوراست دیگه. گفت نه فقط رفیقام. امام حسین فرمود رفیقای تمیم بن قحطبه بیان، رفیقشون رو ببرن، نمیتونه بیاد. و برای این که اونا جرأت کنن بیان نگن امام حسین خدعه کرده میخواد به ما هم حمله بکنه، فاصله گرفتن. اینا اومدن زیر بغل این ملعون رو گرفتن بردن. امام سجاد توی قصه گریه میکنه و میفرماد وقتی تمیم بن قحطبه با شمشیر با بابام برخورد کرد، بابام با شمشیر جوابش داد، اما تا گفت الامان یا ابا عبدالله مهربونی نشد. این یک حد کشه برای ما. به دشمنش ابی عبدالله اینجوری محبت داره، ما گاهی وقتا با هم دیگه نمیسازیم. امام حسین ارباب من و شما به دشمنش میگه ای کاری داری بگو، ما به سینه زن ابی عبدالله براش میزنیم، به گریه کن امام حسین براش میزنیم، نمیسازیم. این مدده با اون مدده نمیسازه، این آخون با اون آخون نمیسازه، این روزه اون پسر اون روزه خون حرف میزنه، این بانی پسر اون بانی حرف میزنه. ما کجا نوکر امام حسینی؟ خوزل اف بابا ببخشید، بدی کرد تو بدی نکن. میگید کشو میگم عنوان وصلی به امام باقر، گفت آقا من نصیحتم، گفت بود نه تا موعظه بهت میکنم، سه تا درباره تحصیل علمه، سه تاش درباره با ریاضت نفس، سه تاش هم درباره صبره، یکی از اون سه صبر رو اینه. اگه یکی بهت گفت یکی بگی ده تا پست میگم، تو بهش بگو اگه ده تا فوش بدی یک دونه فوش هم از من نمیشنه. این شیعه امام باقری طوریه، یعنی دعوا چی نیست، دنبال دعوا نمیگرده. یعنی اگه یکی به ده بار گفت تهدیدت کرد، بگو نه من در خدمت هست، او به تو بدی کرد، تو بهش خوبی کن. چون قدیم هم میگفتن خون و با خون بله نمیشن، خوذ العف. دوم و امر بالعرف. البته این عرف حالا من بخوام معنا کنم، خدا میدانه یک دهه منبر فقط همین یه تیکه آیه کار داره، اساتید من میدانن. و امر بالعرف، اوامر الهی چیه؟ این عرف معناش مردم نیست، عرف و معروف. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام وارد بشید ببینید، عرف یعنی امیر المؤمنین و ولایت علی ابن ابی طالب. و امر بالعرف یعنی اینو اونو یادآور کن شیعه علی هستی. یا ما گاهی یادمون میره شیعه مولاییم، این که میگن امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی چی؟ امر به معروف یعنی همدیگر رو یادآوری کنید. مسلمان پیغمبری ها، ببین نگو بهش چرا دروغ میگی، نگو چرا معتادی، نگو چرا دزدی میکنی، نگو چرا خلاف میکنی. تمام این بدبختی ها سر یک کلمه حرفه. یادمون رفته بابامون امیر المؤمنین، لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا. این والدین امیر المؤمنین از سعسعی میگه، میگه از یکی تو مسجد کوفه ازت پرسیدین لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، معناش چیه؟ گفت آقا والدین همین بهونه‌ام. فهمود نه والله، والدین در قرآن منم و پیغمبر، انا و علی ابوا هذه الامه. این دیگه کلام صریح رسول خداست، یعنی آی شیعه تو بابات علیه، آبرو بابات رو نبر. و امر بالعرف یعنی یادآوری کنین آقا تو بچه بابات باش، یعنی شیعه علی باش. شیعه علی دیگه، شیعه علی باش، همه حرفا توشه. یعنی دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، بدی نکن، زشتی نداشته باش، همش توی یک کلمه است. و امر بالعرف، هر چی میگی باید کانال ولایت باشه، هر چی میگی مورد پسند علی باشه، چون الحق مع علی و علی مع الحق. خیلی خوشگل میشیم ها، خیلی ناز میشیم اگر دنبال مولا بریم ها، چقدر زندگیمون قشنگ میشه. اگه کسی شیعه علی باشه بهترین باباست برای بچه‌هاش. بذار من این جمله رو بگم، حالا وقتم گذشته است، نمیخوام خیلی سرتون رو درد بیارم، همیشه تو سخنرانی من به این نکته اشاره میکنم. ببین اگر والدین و بابا و ننمون حساب کنیم، خب بگیم ما والدین ما چکار داریم که
به قول سنی ها ظاهر قرآن باشه، ظاهر قرآن مشکل. والدن یعنی پدر مادر باشه، پدر مادر. اما این پدر مادره تا 50% میتونه تو بکشه تو رو جلو، تو آخر خط نمیتونی بری. چرا؟ چون خیلی ها بچه خوبی هستن برای پدر و مادرشون، ولی بنده خوبی نیستن برای خدا، مسلمانی خوبی نیستن برای رسول خدا. نه مادرش رو اذیت نمیکنه، باباش رو توهین نمیکنه، ولی نماز هم نمیکنه و خیلی کارا دیگه میکنه. ببینی تو وسط میاد تو آخر نمیره. اما حالا اگه والدین رو به تعبیر خود امیرالمومنین پیغمبر علی حساب کنی، این دیگه تو تخت میره، این دیگه تو آخر میره. چرا؟ چون هر کی شیعه خوب علی باشه، فرزند خوبی هم برای مامانش هست، برای باباش هست، داداش خوبی هم هست برای برادر و خواهرش، پدر خوبی است برای بچه‌هاش، شوهر خوبی است برای زنش، بله، همسایه خوبی است برای همسایه‌اش، آدم خوبی است برای مردم، تو کسبش، تو کارش، در تمام ریز و درشت زندگیش قشنگ میشه. اگه این والدینو محمد و آل محمد بیاد معنا کنه. که همین طور هم هست. و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا جاهلین کیان؟ یه سوال از قرآن کریم، باز اینم هست، کیا رو خدا جاهل میدونه؟ کیا جاهلن؟ جهل چند جور داریم؟ یه حدیث میخونم برای این که دیگه گله شو بگم ها، که میگفت بله، من یه اشاره میکنم شما خودتون متوجه. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات یعنی عرض انل جاهلین، بدترین جهل به شخصیت امام زمان، شأنیت امام زمان، ولایت امام زمان، بله، و عرض انل جاهلین، کسی که جاهله، یعنی معرفت اهل بیتی نداره. چون اگه آدم معرفت اهل بیتی باشه که فحش نمیده، که دعوا نمیکنه، که بدی نداره، که تمام اینها به خاطر جهل امام صادق و همون صدیق و کل امرئن عقله و عدوه و جهله. بدترین دشمن نادانیه، و بدترین نوع نادانی، نادانیست به این که آدم اسوش کیه، الگوش کیه. و قرآن میگه و ازا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلام. گرفتید مطلب چی شد؟ یک سبد از خدا یاد بگیر، ستار الایوبی، یک سبد از پیغمبر خدا یاد بگیر، مدارات و ناس، یک صفت هم از امام معصوم یاد بگیر، صبر و فی البأسا و الضرا، تو سردی و گرمی روزگار صبور باش. البته حالا روایت زیادی هم داریم که صبر سه جور داریم، صبر علی الطاعه و ترک المعصیه و عند المصیبه و این حرف، صبور باش. خدایا این سه صفت رو در زندگی ما تجلی ببخش.